خوش اومدید به ویدیو دیگه. من بردی الپی ام و امروز اومدیم با یه پارت دیگه بازی شبیه ساز ماشین فروش. دمتون گرم، مرسی واسه همه حمایت ها و کامنت های خفنی که واسه من میذارید. بدون معطلی بریم سراغ ادامه بازی. خب بچه ها، من فکر میکنم که این پارت دیگه پارت آخر بازی باشه، به خاطر اینکه تمام کارهایی که میتونستیم تو بازی انجام بدیم و انجام دادیم دیگه. ببین الان یه نگاه تو پی سی بندازیم. اینجا برای دیزاین آفیس یه سری آپشن داشتیم که نه بابا، پارت آخر چی آقا؟ چرت و پرت گفتم، هنوز گالریمون کلی مونده. دیزاین گالریمون رو انجام دادیم تا حدودی، هو گالری رو هم که خفن ترین رو زدیم، نیم هم گذاشتیم. تنها چیزی که مونده و به آخریش نرسیدیم، اونم نمیدونم دیگه ارزش ویدیو درست کردن داشته باشه یا نه. حالا شما تو کامنت ها بهم بگید که تا آخرش بریم و آخرین گالری رو هم بگیریم یا دیگه بس همینجا. و یه چیز دیگه هم که هست اینه که آخرین مدل ماشین هم گرفتیم دیگه، که همون پورشه بود و تقریبا فول دیزاینش کردیم. حالا تا یه مشتری برای این میاد بیاد، از ما سر بریم کار مارکت، اوتو کار پارک، اوتو کار مارکت، یه همچی خوزولاتی دیگه نمیدونم، کسی نزنه کتلتمون کنه این وسط. یه ماشین درست حسابیه دیگه پیدا کنیم. پورشه خیلی کم پیدا میشه، ماشینی که قیمتش نسبتا اوکی بود. البته من این ماشین دیگه خریدم، همین بود. آدم نباید بغلش وایستاده باشه. من دیروز دوتا ماشین گرفتم، کوششون یکی کردن تو پاچه همون. یعنی اینه، گفتم بابا من دوتا ماشین خریده بودم داداش. حالا همین الانم هم میتونستم یکی دیگه هم بخرم و که شب بیام جا بجاش کنم. بذار این اینجا باشه روشن، اینم برداریم، یعنی اینو برمیدارم که دمه درتر. این دوتا یکی هم، این چنده الان؟ این ماشینه چنده؟ اینو تا حالا نخریده. 36,000 تا. بذار اینو میگیریم، خب یه ماشین متفاوت باشه. کاش فقط یه مدل آپشن داشتیم که از همینجا ماشین رو برام میفرستادن میرفت دیگه. هی دونه دونه نمیخواست خودم سوارشم ببرم بشورم و داستان و ماجراهای عجیب غریب و. ولی خب حالش هم یه جورایی به همینه دیگه، خودت بشینی پشت ماشین. ببین این گیر نمیکنه، اون پورشه گیر میکرد. چقدر من یه این دوتا اختلاف ارتفاع دارم با هم دیگه. وای حرکتو ببین، هندلینگ ماشین نمیدونم خوب بود الان این برگشت یا بد بود که بلند شد. دو تا گزینه است. بعد چرا داداش پله گذاشتی دمه در گاراژ؟ این چیه، پیاده هم به زور میشه از رو این رد بشی با ماشین که دیگه هیچی. بعد یه نکته ریز و شما دقت کنی، حالا الان در ماشین رو بس، وقتی در ماشین رو وا میکنه روی داشبورد و فرمون و اینا هم همش کثافت گرفته همینجوری. آقا این چه وضعیه؟ این همه پول داری میگیری اما البته به این ربطی نداره که، اون کسی مربوطه که من این لگن رو ازش خریدم. اینجوریه داستان. این از تعمیراتش با 6000 تا جمع و جور شد. اینم حالا یه چیز خفن درست حسابی میزنم دیگه، میتونم کامل همه کاراشو بکنم. رنگا فوق العاده افتضاح و تخماتیکه. خب بریم سراغ رنگ ماشین. اینو مشکی میزنم، روشی هم دیگه خیلی برام مهم نیست. موتور آخرین مدل، به به، یه مدلم این. ترمز کیت لول 3، نیترو چی داری 22000 تایی و انواع و اقسام حرکت ها دیگه. یه اسپویلر متفاوت. اولین چیزی که روش کلیک کنم و میذارم برای این ماشین، هود سفید. دیکال چی بذاریم واسه این؟ اینو میذارم، اینو تا حالا روی هیچ ماشینی نذاشته بودیم. یه دونه نئون سفید هم میندازیم. نئون سفید یه جورایی داره میشه امضای کار ما. الان فکر کنم اون مشتری بدبختم یه ساعت اومده باشه وایستاده باشه اونجا. نگاه کن چقدر ولی خدای خوشیل میشه، چقدر ضعیفی. بس ترمز نده. ترمزش هم بد نبود البته، خیلی ترمز نسبتا اوکی داشت. بذار بشوریم ببینیم یه جوری در میاد آخرش. خب آقا بیار این داستان رو بیار که ما ماشین رو خاموش کنیم. تو رو قرآن بیار، اذیت نکن. آخه سر کارواش که من نباید هی هر دفعه یه ساعت با تو بحث کنم. بعد نیتروش خالی شد، شارژ هم نمیشه دیگه. یعنی چی نیتروش یه بار مصرفه؟ این دیگه چه مسخره بودیه. حالا من با اینقدر شارژ کمتر از فول تحویل میدم ماشین رو به مشتری، دیگه بقیهش به خودش بستگی داره. احتمالاً باید بعدم ببره ماشین رو نیتروش شارژ کنه دیگه، اوناش به من مربوط نیست. آقا اینم یکی دیگه از ماشینامون. مشتری پر و پا قرص وایستاده اونجا. اینو میذاریم من اینجا باشه فعلا. ببینم چند گذاشتم، چند میخوای نری وایسا. 67900 گذاشتم. نه 175 گذاشتم، میگه 137. خودو برو ببینیم بابا.
$40,000 تخفیف. دلت خوش خوشیلی چی؟ مثلا حال میکنم بود، برای چی باید انقدر تخفیف بدم؟ بایستا این ماشین رو اوکی کنیم. اوپن سیل 63 خریدم، 150 چی جوریه؟ خیلی بالا، 140. 140 خوبه، زرد هستم. وقتی که پیشنهاد میدم این رنگ زرد میشه، واقعا از سبز بیشتر خوشم میاد. یه ذره حالا نمایشگاه رو به هم ریخته و کج و کوله چیدم، ولی اشکالی نداره دیگه، میان تون تون ماشینا رو برمیدارم میرم. چیدمانی نیاز نیست. زهرا جان بده 3-4 تا پیتزا به من، گشنگی دارم میمیرم. شب حالا باهات صحبت میکنم، ببینم اون گانگولایی که تو استیت ایجنت داریم به کجا رسوندیشون. من که دیگه نمایشگاه ماشین زدم، پول تو خونه نبود. دوام بزن یه دو سه تا پیتزا تو یه وعده میخوره. کروکودیل انقدر غذا نمیخوره. 144 175 گذاشتم آشغال. 165 میدی؟ 10K تخفیف. بس گم شو برو، گم شو برو، وقت منو تلف نکن. 1000 تا کار دارم خودم، یه دونه ماشین دیگه دارم، برم اون ماشینه رو بیارم. میخوای دیگه از این مشتری ها چیز درست حسابی و به درد بخوری فکر نمی کنم اونجوری در بیاد. امروز یه ذره مشتری ها سفت شدن. آقا ماشینم الان نمیخرم که پول داشته باشیم اینم ردیف کنیم. خوشگله، خیلی شبیه یه مدل لکسوزه، یه مدل لکسوزه که خیلی هم من ازش بدم میاد، اصلا حال نمیکنم باش، ولی ماشین خوبیه، جون زیادی داره، قدرتش خوبه. فکر میکنم که دیگه دمیج هم هست لعنتی. این بازی ببین، یه دونه ماشین به ما ندادن که دمیج نباشه. چی کار میکنید؟ چرا وقتی میرینید تو ماشین به فکر فروش میفتید؟ این نکته خیلی ظریفیه. یه ماشین سالم ما نتونستیم بخریم. خب اینو بذار اینجا اوستا جان، اوستا کار. ببین امروز دو تا ماشین مرا تو بردم. اوه خاموشش نکرد، خاموش کن لگن رو، خاموش کن. نگاه کن توی صندلی ها اینا رو میبینی؟ همه جا آشغاله. بلو من هیچشون نزدم. 11,000 تا هزینه تعمیر. دهنتون رو سرویس واقعا. کاش حداقل تو رخ خود ماشین من میدیدم کجا خرابه که تعمیرش میکردیم این همه هزینه میکردیم. حداقل قیافه ماشین فرقی میکرد. این که من میبینم هیچیش نیست، انقدرم پول میدم یکم اشار. بابا خاموش کن دیگه. اه. آقا داداش خودتو زدی به اون را، میدونی با تو کار دارم دیگه، گوسفند دیگه، الکی این ور اونور نگاه میکنی. این ماشین رو سفید میکنم، ماشین شهری خانوادگیه، موتور 18,000 تایی، ترمز 11,000 تایی، تموم شد. نیترو که این نمیخواد، حالا 22ش هم میدم چون میرسم دیگه به بقیه چیزا. یه دونه اسپویلر، چقدر اسپویلر بیریخته روی این ماشین، ولی به خاطر اینکه پول بهم میده میندازم. یه اسپویلر مشکی، یعنی میتونه کاری کنه که قیمت رو ببریم بالاتر. یه دونه هود مشکی، دیکال چی بزنیم؟ همه ماشینا رو تقریبا داریم فول فول میزنیم دیگه. یه دونه هم نئونه، این چون خودش سفیده نئونش آبی میندازم. چطور آقا نظر بدید؟ خفن شد؟ حتی این ماشین کلا خفن بشه که نیست، ولی نسبت به اولش خیلی خوشگل‌تر شد دیگه. رنگای دیفالتی که انتخاب میکنن واسه ماشینا افتضاحه، یعنی رنگ از اینا آشغالتر اصلا وجود نداره دیگه. من نمیدونم رو چه حسابی رنگی میکنن. وای وای وای، آسیب نبینی؟ در شلوغ شد حالا، دک پر نمیزد اینجا. الان 2 دقیقه ما کار داریم، ببین چه خبره. آقا اینم میذاریم همینجا، تو رو خدا سریع بیار کار باشو جون مادرت. بست، مرسی، ممنونم ازت. اینم یه شستشوی حرفه‌ای. یه آپشن خیلی خوبی که داره این بازی اینه که کارا تقریبا توش خیلی زود انجام میشه، لفت نمیده. اینشو خیلی دوست دارم. خب آقا برای اولین باره که ما 3 تا ماشین آوردیم اینجا و همه یه ماشینامون مشتری دارن، یعنی واسه همه ماشینایی که وایساده پای معامله. بذار اول از این شروع کنیم ببینیم چی میگه. 140 گذاشتم، میگه 123، من میگم 135. نظرت چیه؟ maybe اوکی مردم بردو برو اینجا زودتر خلوت بشه. تو چی میگی؟ 175 گذاشتم، میگی 150، من میگم 165,000 تا. بکنم تو رو بشه گول زد. اوکیه؟
رفتی؟ آقا پولمون شد 323,000 دلار به علاوه دونه ماشینی که اینجا مونده. عمه هم از همه چی راضی. حالا فول ستاره رو بهم نمیدن ولی اوکی هم دیگه. ببینم اینو چقدر میتونیم بذاریم. از 160,000 تا شروع میکنم که قهوه‌ای شد 170,000 تا قرمزه. 165,000 تا قرمزه همون 160. 160 خوبه. تقریبا به 500,000 دلار دارم نزدیک میشم دیگه. پیشرفتم واقعا خفن بوده. بریم یه دفعه بخوابیم بیدار شیم. فردا هم یه سری کار انجام بدم با 323K وجه نقد. یه روز پرکار دیگه آغاز شد. اون ماشین رو که اونجا گذاشتیم ساعتم 11 بریم ببینیم اتومارکت چه خبره. امیدوارم که امروز یه دونه پرشو بتونیم به جیب بزنیم. یکم ماشین خفن به من بدید دیگه. خسته شدم از این ماشینا. یه تعداد ماشین بیشتری اضافه میکردید حداقل. آقا هیچی نیست. ببینم اینا چند ماشین گرون میخوام. آقا تو پاچه کن به نظر میاد. 43,000 تا. بده دیگه گرون دادی ولی من همینو میتونستم با دیکی هم بخرم فکر کنم. این چنده؟ 12,000 تا که دیگه خدا وکیلی اصلا مسخره است. اینا چی؟ اینا ارزون بودن. بارکه. ببین دیگه کار اون به کجا رسیده که اینا همشون ارزونن. این بی ام و لیمویی شما چی؟ 26,000 تا. بکنم یه مقدار ترکیده باشه. این چی؟ 27,000 تا. اینم میخریم دیگه. دیگه چیکار کنم؟ نیست دیگه، ماشین نیست. اولم اینو میبرم درستش کنیم. برای این ماشینم بکنم بذارم واسه فروش. ببینم به 1,000,000 دلار میتونیم برسیم. البته 1,000,000 رو هر ماشین تقریبا 100,000 دلار هم بخوام سود کنم 5 تا ماشین دیگه میخوام. الان فعلا یه ذره برای 1,000,000 زوده ولی بهش میرسم. حالا اگه این بازی ادامه دار شد پارتای بیشتری ازش گذاشتیم که قطعا میرسیم به 1,000,000. اگه هم این پارت آخرش باشه که هیچی، چون دیگه چیز جدیدی نیست که بخوام بهتون نشون بدم به جز آفیسه. آفیس لول آخرم 700,000 تا سو با فروش کل این ماشینایی که الان داریم من فکر میکنم که میشه به 700,000 تا رسید همه رو بفروشیم. البته الان نه، یه دو سه تا زد و بند دیگه باید انجام بدیم. آقا این تعمیرات این لگن به صورت کامل برو تو دیگه، همینو برو تو دیگه، فرمون ندم. مرسی. همون شد؟ آره. بریم سراغ رنگ و داستان. این ماشین رو الان میخوام آبی کاربونی بزنم بهش. آبی تیره خوبه، ماشین زیاد کثیف هم نیست. آخرین مدل موتور و آخرین مدل ترموز. نیترو میندازیم. سپویلر، سپویلر کوچیکه برای اینا از همشون بهتره. سپویلر مشکی. احبه هود گنده، هود گولاخ، این خوبه. هودم مشکی میزنم. شلا یه دیکال کله اسکلت. اینا امضای کار دیگه. یه دونه نئون سفید ریزمون زیر. بریم که اینم فرو کنیم تو پاچه یکی دیگه. یه بنده خدای. البته ببین اینجا زیاد تو پاچه ای نیست. من واقعا دارم زحمت میکشم برای همه ماشینا. ماشینا رو دارم صحیح و سالم، تر و تمیز. این که اصلا کارواش نمیخواد تمیز بود، بنزین 20 سرسر داره. کجا رو دیدی به فکر بنزین شما هم باشه؟ بری ماشین بخری طرف حواسش باشه که آقا بنزین داری اصلا یا نه، برسی خونه دیگه به من ربطی نداره اصلا. هر غلطی دلت میخواد بکن. خب اینم میذاریم اینجا یکم با رخ نمایشگاهی. بریم ببینیم این فرو میره. 160 گوشتم 149 میخواد. من میگم 157 بکنم. اوکی. من از اول خودت یه چیزی بگو که دیگه زیاد با هم دیگه چونه نزنیم دیگه. این خیلی راضی بود، خیلی حال کرد با اون ماشینه. این یکی رو چقدر بذاریم اونجا؟ اینم از همون 160 شروع میکنم. 160 که خیلی اوکیه. 175,000 تا ارمز شد. 70,000 تا اوکیه. 170 اوکیه. حالا باید بریم سراغ ادامه داستان که اووردن اون بی ام و است. چقدر من قبلا الکی وای میستادم اینجا. میتونستم همینجوری پول راحت به 1,000,000 دلار برسونم. اگه تایمایی که منتظر مونده بودم مشتری بیاد. البته یه نکته خیلی مهم که داشتیم بود که پول نداشتم. الان یه ذره دست و بالم باز سره. آقا رنگ خود این بی ام و نسبت به بقیهشون بد نیست. آره داشتم میگفتم که الان یه ذره دست و بالم باز سره، منتظر نمیمونم دیگه. همین الان میتونستم یه ماشین دیگه هم حتا بخرم. یا اول فاز نزنید.
البته ماشین که دمیج هست طبق معمول، خدا رو شکر. وای 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 وای، چیکار کنم الان؟ اون وقت کار باید بکنی؟ ماشین همینجوری دمیج بود، الان دیگه رفت تو کاتگوری ماشینه چپی. کاش همینجا دمیجش هم درست میکردی دیگه، الان نمیکشوندی تا اونجا. یه ذره مسیرم هم دور میشه دیگه، وقتی چپ مپ میکنی میارده ته شهر. آقا نزنین نزنین، این چقدر هندلینگش بد خدایی. بی ام ده خیلی راحت بلند میشه، یه چیزی هم روشه، یه کیپسی با میکنه وقتی میپیچه این ور اون ور. نمیدونم برای چی برای این لگن اینجوری تقویت انداختی. حالا اینا رو دارم میگم، خودم میخوام یه تقویت بیشرفی بزنم روش. 150,000 تا میدونی که خرج این ماشین کنی دیگه، خدا رو بنده نیست کسی که بشینه پشت فرمونش. آقا عذر میخوام، من ریدم تو این ماشین، حقیقتش اگه بخوای بیشترش خودم زدم، ولی ببین با ماشین چپ کردم 5,000 تا گرفت درستش کنه. چی کار میکردم با اون ماشین رو که 10K 10K میگرفت؟ یه رنگ منگش و اینا رو هم درست کنم، همین سبز میزنم ولی یه ذره سبز بهتر که بتونم کد رنگی سبز رو پیدا کنم. فقط ببینم چه سبزایی داری، چه کد رنگی از سبز به کارمون میاد. بیا یشمی تیره، آها این همون چیزی بود که دنبالش کنم. یه اچیومنتی هم بهم داد، نفهمیدم چی هستن، ویژوال اسکور اضافه شده اون بالا یا بود من ندیده بودم، نمیدونم. اینجا یه اتفاقایی داره میفته. تقویت موتوری و اینا رو که زدم، رنگم انتخاب کردم. اینم جنبه این داستان اصلا نداره، حواستون باشه. او اینجا باید ماشین رو بیاری ریفیل نیترو رو بزنی. چرمنده من یه ذره نیترو ماشین رو مصرف کردم خودم، یه خودت بیا 6000 دلار بده پرش کن دیگه. یه پنکه‌ای هم به تخفیف داده بودم، این به اون داد. دیکال چی بزنیم؟ دیکال یه چیزی میزنم که به سبز ربط داشته باشه، یه نئون سفیدم اون زیر و به به. آقا یه ماشین متفاوت درست کردیم این دفعه، خفن شد. سلیقه من نیست اصلا این رنگا، ولی به خاطر اینکه سلیقه مشتری ها با هم دیگه فرق میکنه و به هر حال داستان داریم، هر کی یه رنگی دوست داره و یه جوریه نظر و سلیقه‌اش، من چیزهای مختلفی درست میکنم. ماشین کثیفم نیست خدا رو شکر، اصلا اونجا هم کاری نداریم. به احتمال خیلی زیاد تو آپدیت های بعدی این بازی تنظیم ارتفاع و رینگولاستیک میاد، شاید دیگه پارت های بعدی بازی بره وقتی که آپدیت جدید داده و حرکت های خیلی خفن تر میشد روی ماشین رو بزنیم.